سرخط خبرها، خبری که تمام مردم افغانستان را از یک فاجعه بزرگ آگاه ساخت. افغانستان با مرکزیت قندهار افراطی تر خواهد بود. پنج غیر نظامی در کابل و غور به دست طالبان بازداشت و ناپدید شدند. و جامعه روشنفکران دینی افغانستان از رشد بیروحی مدارس دینی طالبان ابراز نگرانی کرد. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. خبر که تمام مردم افغانستان را از یک فاجعه آگاه ساخت. شمار از کشورهای همسایه شمالی افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی و افزایش تهدیدها از مرزهای افغانستان گفتند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، آن کشور به مرکز پرورش تروریست‌های بین‌المللی تبدیل شده است. نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در نشست سران اتحادیه اروپا و آسیای میانه خواهان توجه جهان به وضعیت کنونی افغانستان شدند. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در نشست آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا که در شهر آتای قزاقستان برگزار شده بود تاکید کرد که قلمرو افغانستان به ویژه ولایت‌های شمالی و شمال شرقی آن کشور محل پرورش تروریسم بین‌المللی شده است. رئیس جمهور تاجیکستان گفت که افغانستان همچنان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان است. تا جایی که اکنون در زیر سلطه طالبان تولید مواد مخدر چند برابر افزایش یافته است. امام علی رحمان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان از جامعه جهانی خواست که برای تقویت مرزها با افغانستان کمک‌هایشان را افزایش دهند. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که ما لازم می‌دانیم که برای تقویت مرز با افغانستان اقدام فوری کنیم. او در این مورد خواستار همکاری اتحادیه اروپا شد و تاکید کرد که برنامه‌های کنونی آن اتحادیه در چارچوب پروژه UNDP به ویژه برای جلوگیری از تهدیدهای تروریسم و قاچاق مواد مخدر کافی نیست. این حرف‌های رحمان در حال مطرح می‌شود که تاجیکستان پس از تهدیدهای فزاینده از خاک افغانستان به تازگی دو پایگاه جدید امنیتی در مرز افغانستان ساخت. از سوی دیگر، رئیس جمهور ازبکستان و معاون نخست وزیر ترکمنستان نیز در نشست رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر کنونی در افغانستان شدند و بر همکاری‌های بیشتر با افغانستان تاکید کردند. شوکت، رئیس جمهور ازبکستان، در نشست سران آسیای میانه و اتحادیه اروپا گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت رو به وخامت می رود و میلیون ها افغان در گسنگی به سر می برند. رئیس جمهور ازبکستان از کشورهای اروپایی خواست که کمک های بشر دوستان خود به مردم افغانستان را ادامه دهند. او تاکید کرد که به این منظور مرکز لوجستیکی ازبکستان در شهر ترمز آماده ارائه کمک ها به افغانستان است. او پیشنهاد کرد که رایزنی های منظم با نمایندگان ویژه کشورها برای در پیش گرفتن رویکردهای مشترک با هدف حل و فصل مشکلات افغانستان ادامه یابد. در عین حال، نور محمد، معاون نخست وزیر ترکمنستان، در این نشست به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که از قابلیت های ترانزیتی در افغانستان برای تجارت استفاده کند. او تاکید کرد یکی از عرصه های اصلی همکاری در قالب آسیای مرکزی اتحادیه اروپا مشارکت تجاری و اقتصادی است. توسعه این مسیرهای هم و نقل به تحقق کامل قابلیت ها در این حوزه کمک می کند. افغانستان با مرکزیت قندهار افراطی تر خواهد بود. قنداری ها که در روزهای حکم روایی ملا عمر در نیمه دوم دهه 90 یک شهر پر از گرد و خاک و مملو از کاروان شترها بود، حالا به شهر مدرن و امن با کارخانه های تولید شیر خوش و دیگر چیزها تبدیل شده و در زمان حکم روایی ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان نسبت به زمان نخستین رهبری این گروه تغییرات زیاد را شاهد بوده است. مهمترین این تغییرات شاهد این باشد که ملا هیبت الله می خواهد قندهار نه تنها مرکز و پایگاه اصلی طالبان در افغانستان باشد، که احتمال می رود روز قندهار را پایتخت اصلی افغانستان اعلام کند. قندهار در ماه‌های گذشته میزبان مهمانان بسیار مهمی از قطر و ژاپن بود
ذبیح‌الله مجاهد و سمنگانی هم دفتر رسانه خود را به قندهار انتقال دادند و مخالفت با خواسته های جامعه جهانی آشکارتر از سابق شد. سمنگانی که ماها رئیس مرکز رسانه های دولتی در کابل بود، حالا برای همیشه به قندهار نقل مکان کرده است. او به واشنگتن پست گفت: تغییر موقعیت ما از کابل به قندهار خیلی مهم نیست. هر چی رهبر ما بگوید، باید همان بشود. او زمانی که به من گفت به قندهار بیا و بنابراین من به قندهار آمدم. امروز در این شهر 64,000 نفر از زنان در بازارها و دارات دولتی اثر دیده نمی شود. در این استیرین های ورزشی آن مردان به جرم دزدی و زنا شلاق زده می شود و فضای شهر کاملا بسته و مذهبی شده است. صدای موسیقی هم هرگز در داخل شهر شنیده نمی شود و هرچند اکثر ساکنان از امنیت و ثبات موجود اظهار خرسندی می کنند. جوان هایی هم هستند که نوزلشان برای نوای موسیقی پر می زنند و به وضعیت موجود انتقاد دارند. ملا هیبت‌الله رهبر طالبان به ندرت از محل اقامتش خارج می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که رهبر این گروه در یک خانه اجاره‌ای زندگی می کند و مانند رهبران دولت سابق کاخ و قصر ندارد. پنج غیر نظامی در کابل و غور به دست طالبان بازداشت و ناپدید شدند. در تازه ترین مورد از بازداشت غیر نظامیان در افغانستان به دست طالبان، دو تن از ساکنان پنجشیر و 4 تن از ساکنان غور بازداشت و ناپدید شدند. عبدالوکیل میرزایی و حسیب، دو تن از ساکنان پنجشیر در یک هفته گذشته به دست طالبان در شهر کابل بازداشت شدند. یک منبع آگاه در پنجشیر به اندپندنت فارسی گفت که حسیب شاعر و نقاش است و حدود دو هفته قبل از ایران به افغانستان بازگشته بود. او روز پنجشنبه 11 جوزا در نایی پروان سیوم بازداشت شد. عبدالوکیل میرزایی حدود 9 سال پیش مدت به عنوان محافظ یکی از مقامهای دولتی کار میکرد و با فروپاشی دولت فعالیت نظامی نداشت. روز یکشنبه 7 جوزا در منطقه 315 شهر کابل که یک نایی عمدتا تاجیک نشین است بازداشت شد. جامعه روشنفکران دینی افغانستان از رشد بیرویی مدارس دینی طالبان ابراز نگرانی کرد. نهاد موسم به جامعه روشنفکران دینی افغانستان از رشد بیرویی مدارس دینی طالبان ابراز نگرانی کرد. این نهاد در اعلامیه نوشت که طالبان با استفاده از بودجه داخلی و کمک‌های خارجی مدارس جهادی می‌سازد که نصاب تعلیمی فروتی به سبک پاکستانی دارد. جامعه روشنفکران دینی افغانستان روز شنبه 13 جوزا در اعلامیه نوشته که طالبان نسل جدید از جنگجویان را در این مدارس تربیت می‌کنند که برای اهداف بیرون مرزی کاربرد داشته باشد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.